يا <applause> الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه وبعد اللهم آت نفوسنا تقواها <applause> وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين بأندقاني عزيز أجمد شبكة جهاني نور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد درس 48 السلسلة درسية تفسير النور خدمت شما هستم. در این درس به حول قوه الهی به تفسیر آیات 92 تا 96 سوره بقره می پردازیم آیات 92 تا 96 سوره مبارکه البقره ابتدا طبق منوال همیشگی تلاوت زیبای این آیات مبارکات را میشنویم و سپس به تفسیر و شهر آن می پردازیم ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بيس ما يامركم به ايمانكم بيس ما يامركم به ايمانكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون عزيزان هم ترك مستزر أسيد محبر درس هاي تفسير ما شامل اين ما ابتدا معانی دشوار کلمات رو در هر آیه بیان می کنیم سپس به ترجمه آیه می پردازیم مفاهیم لغوی آیات رو مرد بررسی قرار می دیم و شرح و تفسیر آیه را بیان می کنیم و همچنین درس و عبرت ها را در نهایت از مجموعه اون آیاتی که تفسیر شده و شرح داده شده گذرا بیان می کنیم آیه نبض سورة مبارکه البقرة الله سبحانه وتعالى مي وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتخذتم الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ إن آية الله سبحانه وتعالى دارش تذكر مي بيهود يهود كأي يهود بتحقيق واض براي استناف والشروع موزوست لقد لام برای تأکید و قاف و قد هم حرف تحقیق هست قبل از فعل میاد و البته یا شاود به تحقیق و به راستی هم گفته میشه جا اکم موسا موسا آورد برای شما یا موسا آمد به سوی شما با چی؟ بالبینات بینات یعنی دلایل روشن و واضح غیر قابل انکار که معجزات متعدد حضرت موسی علیه السلام برای قوم بنی اسرائیل بود ثم اتخذتم العجل ولی سپس این شما بودید که قرار دادید اتخاذ کردید انتخاب کردید یا اختیار کردید برگزیدید همه اینا مح... معنا رو میده عجل یعنی گو ساله را من بعده بعد از موسا نه بعد از وفاتش بلکه منظورش در زمان غیابش بود اون زمانی که بنی اسرائیل را از اون ملکه های م... متواصل نجات داده بود رسیده بود به جایی که حالا میخواست بره به کوه تور به نیایش پروردگارش سی روز تمام برای شکر و سپاس این نعمت های بیکران الهی موسی علیه السلام به کویتور رفت وقتی برگشت دیدی که بله در این یک ماه که هارون جای گذینه اونشون بود برای راهنمایی و ارشاد مردم اومدن چیکار کردن حرف هارون را هم به زمین زدن و دنبال سامری نشستند و گوساله را از مجوهرات ساختند به شیوهی که صداهایی که صوت های هواهایی که در آن میپیچد صدایی از خودش بیرون میده و مردم رو شیفته خودش کرده و لذا دارند گوساله پرستی کنند ثم تختم العجل من بعده و شما این بود این طور بودید که بعد از یا در زمان غیاب موسا اومدی گوساله را به خدایی برگزیدید اون را پرستیدید عبادت کردید و انتم ظالمون واو اینجا واو حالی است یعنی حالا که شما در این کارتون بر خود ستم کردید ظلم کردید شما ستمگر بودید ظالم بودید پس ترجمه روان این آیه اینطور میشه که به تحقیق موسا و به تحقیق موسا آن همه آیات و دلائل روشن و آشکار را برای شما آورد ولی شما بعد از او گوساله را برگزیدید و با این کار بر خود ستم کردید در این مجموعه آیات در این آیه مبارکه که آیه 92 هست الله سبحانه و تعالی کلماتی را به کار میبره که یکی می لازم به توضیح است البینات هم تو که عرض کردم یعنی دلایل براهین روشن و آشکار که احتیاج به استدلال دیگه نداره خودش برهان هست حجته و همچنین دلائل آن معجزات الهی است شما نیا کنید وقتی که از کسی بپرسند که خورشید با این درخشندگی در روز روشن نیاز به برهان نداره چون هر چش بینای اون رو میبیند احساس میکنه دیگه لازم به وجود به دلایل دیگه قرینه های دیگه نیست این خورشید با این عیانی داره میبینه به این خاطر معجزات معجزات م... الهی که به پیامبران به عنوان تصدیق کننده حرفاشون داده میشد تا اینکه به حقانیت نبوتشون و رسالتشون گواهی داشته باشند کاری کاملا خارق العاده بود که اصلا هیچ کا... هیچ انسانی از عادش بر نمیاد و لذا وقتی موسی علیه السلام نزد فرعون رفت اسایش را انداخت گفتن این این سحره در حالی که صدها ساحر دیگه را دور خودشون جمع کرده بودن از همه جا نداه داده بودن که ساحرهای بزرگ و زبردست را جمع آوری کنند و بیارن همه اون سحرهاشون به باطل تبدیل شد قالو یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا قال بل القو شما بندازید فاذا حبالهم و عصيهم يخيل إليه من سحرهم انها تسعى قرآن میفرماید که اون ریسمان و تنابها و سحر جادوهایی که انداختند اونطور وحشتناک حرکت میکردند به سوی موسی و پیروانش که نشون می داد میدادند که بله همه چیز واقعیت داره در حالی که اینطور نبود وحی نازل شد بر موسی علیه السلام که اصای چوبینت را بنداز فیده هی ما یفکون به یک های قول تبدیل میشه که همه اونها را میبلعد و از بین میبره که اونجا باز اتهام دیگه وارد شد گفتن این موسی همون معلم بزرگ و استاد بزرگ این ساهرانه ببینید وقتی که کفر را به جایی نمیبرد حتی بزرگترین معجزه هم میتونه چیار باشه؟ به بهانه تبدیل بشه پس بنابراین بیناتی که الله سبحانه و تعالی به موسی عطا کرده بود اونقدر واضح روشن و گسترده بود که نیاز به هیچ دلیل دیگه نداشت ولی از روی عناد و لجاجت قوم بنی اسرائیل اینقدر معجزات پشت سر هم صورت گرفت ولی باز هم به موسی علیه السلام ایراد می گرفتن. که موسی صبرش به سر آمده بود و همین خاطر به کسی که زیاد اناد و لجاجت میکنه بهش میگن که ایرادی بنی اسرائیلی نگیر یعنی هر چیز میخواید ایراد بگیرید در حالی که انسان عقل داره شعور داره طبیعت و سرشت انسانیش اجازه نمیده که این قد لجاجت بکنه اگر انسان بخواد از در اناد وارد بشه به هر چیزی میتونه خورده بگیره ولذا موسی علیه السلام با اون حجت های واضح و روشنش قوم بنی اسرائیل رو به زانه در آورد الله سبحانه و تعالی می فرماید ثم سپس با اون همه آیات بیناتی که الله سبحانه و تعالی به موسی داد و نزد شما آورد و شما اومدید پیرو موسی شدید از اون محلکه های فرعونی نجات پیدا کردید از دست فرعون و اعوان اون پیروان ظالمش نجات پیدا کردید اومدید به سرزمین موعود خودتون حرکت کردید ولی در اونجا همین که امنیت پیدا کردید دوباره به همون آشکاسه خودتون برگشتید ثم اتخذتم العجل اتخاذ کردید اتخاذ در اینجا معنای چی داره؟ معنای قصد داره تعمد داره یعنی یهود میدونستن که دارن اشتباه میکنن ولی متاسفانه شیفته اون شدن شیفته اون جبال و زیبایی و اون گول و فریب سامری خوردن و شیفته اون به صلاح ظاهر سازی ها شدن انسان مسلمان و مومن نباید اینطور باشه اگر واقعا ایمانشان صادقانه بود موسی و تورات دیگه هرگز نه سامری بلکه صدها صاحب سامری هم نمیتونست اونها را از رابی را بیرا بکنه ولی متاسفانه یهود این گونه سست و بیانصر بود سست بیانصر که اراده را نداشت که در مقابل اون ظاهر فریبی های سامری قد علم بکنه در حالی که پیامبر اسلام بر به جای موسا علیه السلام در میان امت که دین خاتم بود پیروانی را کاشت که اگر یک لفظ یک سخن یک کوچکترین شیوه مشرکانه و خرافی هم ازشون سر میزد میکردن؟ فورا قد علم میکردن مشهور است که در تاریخ درخت بیعت رضوان که در همون منطقه حدیبیه بوده و در زیر اون درخت سل حدیبیه برقرار شده بعدها در عهد عزت فاروق عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه مورد احترام و تقدیس بعضی از ها قرار گرفت که از اون مسیر حرکت میکردن از طریق یمن شام جاهای دیگه میومدن و به هر حال میرفتن برای عمره یا حج وقتی که به اونجا میرسیدن تبرک میجستن به این درخت این درخت مبارکی است پیامبر زیرش استاده اصحاب زیرش استادن به هم بیعت کردن بیعت جنگ بیعت مرگ بیعت شهادت تا اینکه برن با کفار مکه بجنگن ولی وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه این شیر مرد امت اسلامی که الهام بهش میشد وقتی اینو شنید دستور داد که دستور داد که این درخت را از بیخ در بیارن تکه تکش کنن به نظر بیرون چون امت را اگر بخواد بین شیوه به خرافات و از اون پس به شرک و گمراهی بکشونه این درخت هیچ ارزشی نداره با یک میان برنامه استراحتی میگیریم دوباره بحثمون رو تکمیل خواهیم کنیم <applause> وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا <applause> بله عزیزم امت اسلامی اونقدر واضح و روشن در سایه توحید و در نور قرآن حرکت کرد کتاب امروز به حول قوه الهی به حول قوه الهی دین توحید باقی مونده ولی به یهود این چنین بر خرافات و گرایش به انحرافات فکری و عقیدتی تعمد کردند قرآن فرمود ثم تخطم العجل اتخاذ از باب تفعیل میاد و این معناش اینه که اینها تعمد به خرج میدادن در گناه کردن عصیان یعنی مثل اینکه مثل بچه خوشحال میشدن وقتی میدیدند که موسا را به لج در میارند یا موسا را به خشم وامی میدارند یا اینکه با دستورات موسا و تورات دارند چکار میکنند اناد لجاجت میکنند قرآن کریم فرمود ثم تختم العجل گوساله را و این گوساله سامری با همچون که در سوره تاها سوره میاد با مجوهرات ساخت به که وقتی سوراخ داشت از جاهای مختلف با در اون میبیچید صدا میکرد مثل که زنده بود فن عجیبی داشت و لذا مردم را در مقابل اون زیواهی ها و زیور و زیورالات و اون ظاهر فریبنده تسلیم شدند و شرک پرستی کردند و گسال پرستی کردند به شرک رو آوردند و گوسال برستی کردند. قرآن کریم در ادامه همین آیه می‌فرماید: ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. در آية ما بعدش مي و اذ اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. ببینید. و بیاد آورید آن زمانی که از شما عهد و میثاق گرفتیم میثاق غیر از عهد هست یعنی عهد قوی عهدی که مؤکد هست عهدی که برش تأکید شده و بعد از اون به مراحلی که باز توبه کردند و از میان خودشون نبزگان و نخبگانی انتخاب کردند با موسا ده روز دیگر برگشتند وإذ ادنا موسى ثلاثين ليلة فأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة إن در روز بعدش برای چی بود؟ برای توبه از اون بود. قرآن ما بادي این آیه فرمود که چی؟ و اید ورفعنا میثاقکم و الطور خذوا ما آتيناكم بقوه. یعنی يعني چی؟ یعنی يعني موسى که اومده بود سی به عبادت الله سبحانه وتعالى ده روز بعدش را رو نیز با نخبگانی و برانگیختگانی انگیختگانی و افراد و نمایندگانی از میان کی از میان شما خود رو بدی اسرائیل که انتخاب کرده بودید به نیایش در تور پرداختند و توبه کردن به نیابت از شما و الله سبحانه و تعالی برای اینکه عهد میثاق مجدد و قوی و مؤکد از شما بگیرد کوی تور را برای سرتون نگه داشت و گفت که آیا میگیرید عهد پیمان جدید یا نه قبول دارید یا نداری یا بکنیم پذیرفتید خودو ما اتیناكم. یعنی الله سبحانه و تعالی دینا گفت که به آنها گفتیم گفت خودو ما اتیناكم. یعنی به قوت بگیرید اون چی که بهتون دادیم این تورات کلام منزل هست وحی الهی است وحی منزل کلام الهی است شوخی, شوخی, بردار نیست اون رو به قوت بگیرید با جدیت با اون برخورد بکنید عملش عملش کنید اجراش کنید لذا، بعد از اون اومدن گفتن که چی وقتی که به حال آب از آسیاب افتاد به قول معروف اومدن به سر و خانه و منزل و کاشانه خودشون باز به همون شیوه خود منوال خودشون ادامه دادن گفتن که قالو سمعنا و عصينا الله اکبر سمعنا و عصینا شنیدیم ولی ما نمیتونیم تا قد نداریم این همه سختی را به دل بخریم هر چی دوست داریم از این طرف و اون طرف در میرفتن و اشربو فی قلوبهم العجل قرآن می و اشربو فی قلوبهم العجل دقت کنید یعنی در دلهایشان محبت و مهر گوساله پرستی قرار داده شد خدا نکنه که یه روزی بیاد انسان بود پرستی و شرک و خرافات باشه زینت باشه افحصی بالدین کفرو ان يتخذوا عبادی من دون اولیا ان اعتدنا جهنم للكافرین نزلا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الدنیا الدنيا وهم يحسبون انهم یحسنون صنعا بعد درديه قران در آخرین آیات سوره كهف اينچيني میفرماید که اونهاي كه راي كفر انتخاب کردن. بعضی وقت به اون مرحله ميرسند که هر چی میکنن براشون زیباست داره سنگ میپرستد گاب میپرستد گوساله میپرسته بازم براش خوب است و خوش احساس میکنه احساس راحتی میکنه احساس میکنه که خیلی کار کار درستی انجام میده بنی اسرائیل این بودند بودن و اشربو فی قلوبهم العجل قرآن میفرماید یعنی مهر و محبت گوسال پرستی در قلبشان کاشته شده بود آبیاری شده بود دیگه امکان نداشت که به اون سادگی از اون توبه کنند و دست بردارند قالوا سمعنا واطينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم بنت دقت کنید این جزای و کیفر یهود به خاطر این بود که سبب داره قرآن فرمود به کفرهم با سببیه هست یعنی علت این که این قدر به شرک و خرافات گوساله پرستی دل خوش کرده بودن بودن اینکه در اصل ایمانشون صادقانه نبود به علت کفرشان به علت ناسپاسیشان به علت عناد و لجاجتشان از حق قرآن در فتنه را باز کرد ولی یاس بالله اگر امروز نیز امت اسلامی بخواد با آیات محکم الهی با سنت صحیح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با گفتار و فرمایشات بزرگان دین از میان صحابه و تابعین و تابع تابعین رحمت الله علیه مجمعین سر اناد لجاجت داشته باشه با قیل و قال ها وارد بشه اونها گفتن من هم میگویم نظر اونها اونطور بوده نظر من هم اینطور هست و برداشتشون بوده حالا برداشت منم میشه اینطور باشه این موازنه ها در فرهنگ دینی و وزنه ای نداره جایگاهی ندارد ما امتی هستیم متبع نه یعنی چی؟ یعنی امت اسلام امت نقل است عقلش را در تثبیت نقل به کار میبرد اختراع نداریم در دین قرآن کریم میفرماید و ما آتاكم الرسول فخذو و ما نهاكم عنه فانتهو یعنی آنچه که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم براتون آورده رو بگیرید و آنچه که نهی کرده کنار بذارید هستند انسانی که خود را مفکر میدونند اما در مورد حدیث صحیح جدال و مناقشه میکنند این حدیث مختص اون زمانه بوده این حدیث اجتهاد پیامبر بوده این حدیث با صد هزار بهانه میخوان مردم را به گمراهی بکشن اینطور نیست امام شافعی رحمت الله علیه میفرماید اذا جاء الحديث فهو مذهبی اگر حدیث سی اومد مذهب من همونه وقتی که رسول حضرت امام شافعی رحمت الله علیه یک بار حدیث رو نقل میکردن یکی از شاگردان گفتن که آیا به این فتوا میدی به این حدیث از از امام شافعی رحمت الله علیه براشفت شفت گفت چی فکر کردیم من دارم از کلیسا بیرون میام دارم از کلیسا بیرون میام یا اینکه کمربند یهود به مسیحی بر، بر،, بر بر سینه سینه ام یا بر کمرم بستم ببینید اون کمربند های مخصوص کشیش ها به کمرشون میبندن یعنی چی فکر خیال کرده من یهودی و نصرانی نیستم که من مسلمانم پیرو محمد صلی الله علیه وسلم من حدیث رسول الله بس نقل میکنم شما میگی به این فتوا میدی؟ به خاطر رأی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام مالک رحمت الله علیه امام شافی رحمت الله علیه و امام احمد بن حمد رحمت الله علیه و تمام ائمه اهل ای سنت و جماعت رحمت الله علیه مجمعین بر این بوده که اگر حدیث صحیح وارد شد دیگه جای مناقشه و قیل و قال نیست امروز چه بسیارند در میان امت اسلامی افرادی که ابراز رأی میکنند و خود را صاحب رأی میدونند بد دردیه اگر بر موضوع اینه که واقعا یهود در مقابل فرمایشات حضرت موسی علیه السلام زیاد که قال میکردن و اونقدر سینجیم میکردن که خودشون هم به زحمت افتاده بودن قرآن کریم فرمود که به رسول الله صلی الله علیه وسلم یونس سفارش کرد که از چیزی که ممکن شما تو در سر بندازه زیاد نپرسید خداوند زواجل در بعضی موارد از جانب رحمت سکوت اختیار کرده شما همون را بپذیرید پس بنابراین باید اخدنا میثاقکم ای بنی اسرائیل بیاد آوری زمانی که میثاق عهد پیمان قوی را از شما گرفتیم یعنی بعد از اینکه توبه کردید از گوسال پرستی و رفعنا فوقكم و تور و تور را کوه تور را با اون بزرگی بالای سرتون بالا بردیم بله این واقعیت داشت و موسی علیه السلام که به کوه تور رفته بودند با اون افراد نخبگان قوم بنی اسرائیل برای توبه کردن از گوسال پرستی در این اهل و مشاهده کردند کوه تور بالای سرشون اگر نپذیرند هلاک میشن قرآن فرمود به اونها دستور دادیم که خود و ما به قوه آنچه که بهتون میگیم و برای شما آوردیم و نازل کردیم دستور و شریعت الهیست رو به قوت بگیرید با جدیت بپذیرید و اسمعو اطاعت کنید سم داشته باشید سم یعنی چی؟ یعنی شنوا باشید شنوایی واسه اینه که انسان اطاعت بکند گوش شنوا داشته باشه پیروی بکند اونا گفتن که قالو سمعنا و اصینا ما شنیدیم ولی اصیان میکنیم با همین جرأت با همین یعنی بی و اشربو فی قلوبهم العجل به قرآن می فرماید اینها به سبب کفری که در قلبشون هست مهر و گوساله پرستی رو در قلب اونها کاشتیم و آبیاریش کردیم دیگه امکان نداره از اون برگردند قل ما به ایمانکم ان کنتم مؤمنین بگو ای محمد صلی الله علیه و این بد چیزی است که بدان ایمانتان اگر شما اهل ایمان واقعا اهل ایمان هستید این بد چیزی است که بهتون دستور میده. اگر که شما واقعا ایمان دارید یعنی شما اگر واقعا مؤمن هستید پس بدانید که این بد چیزی است که ایمانتون بهتون دستور بده یا به عبارت دیگه اگر شما واقعا از روی ایمان میگید که ما میشنیم ولی اطاعت نمی کنیم، این ایمان نیست این بدترین کاره بعد همین القرآن قران کریم در آیه بعدش فرمود و ایت اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتیناکم بقوه واسمعوا قالوا سمعنا واطينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يامركم به ایمانكم ان کنتم مؤمنین قل ان كانت لكم الدار الاخره به پایان برنامه رسیدیم وقت اجازه نداد آیات 94 و 95 و 96 رو تموم کنیم باشد واسه درس آینده به حول قوه الهی انشاءالله این آیات را در اونجا تفسیر و شرح خواهیم داد و الله اللہ تعالی و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه و لله رب العالمین